سلام به همه شما دوستان خوبم، همراهان دوچ ورزشی وی. من احسان هستم. در این ویدیو با هم دیگه خبری که منتشر شد در آلمان رو مرور می‌کنیم. خبری از سرارتو با این که کمبود شدید معلم و مربی و آموزشی در آلمان هست. شاید این یه فرصتی باشه برای خیلی از عزیزانی که دوست دارن به این شغل در آلمان وارد بشن، میتونید از این فرصت استفاده بکنید. قطعا جزئیات این خبر رو با هم دیگه مرور می‌کنیم. دوچلند فیلن کناب 15000 لیرکرفته. آلمان کمبود، اگه عدد رو روند بکنیم، 15000 نیروی آموزشی داره. فیلن یعنی کمبود، یعنی جای خالی در از وجود داره. کناب یعنی عدد رو روند بکنیم نزدیک به 15000. لیرکرافت به نیروی آموزشی گفته میشه و لیرکرفت جمعشه. قبل اینکه بریم سراغ جزئیات این خبر، دوره‌های تخصصی و پوست زیبایی به صورت تئوری و عملی در شهر کلن آلمان برگزار خواهد شد. فرصت استثنایی هست که شما از آن میتونید با شرکت در دوره‌های کوتاه مدت مدرک معتبر بین‌المللی دریافت بکنید که نه تنها در آلمان بلکه در سراسر دنیا میتونید مشغول به کار بشین در این زمینه. جایگاه‌های محدودی باقی مونده، بیشتر ظرفیت پر شده. شما از آن اگه تمایل دارید از این فرصت استثنایی استفاده بکنید، با شماره‌ای که روی تصویر مشاهده می‌کنید تماس بگیرید تا جزئیات این دوره‌ها رو مطلع بشید. این دوچلند فیلن اینا اومفراگه اونتا دن کلتورمینیستریان زوفولگه ایما میار لیرکرفته. بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط وزارت فرهنگ آلمان، کمبود معلم در آلمان رو به افزایش است. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, fehlen im laufenden Schuljahr bundesweit insgesamt 14.466 Lehrkräfte. طبق گزارشی که Redaktionsnetzwerk Deutschland انجام داده، در سال کنونی، سال تحصیلی کنونی، در سراسر آلمان در مجموع 14466 معلم یا نیروی کادر آموزشی کم هستش. کلماتش رو یه نگاهی بندازیم. اومفراگه یعنی نظرسنجی. کلتور مینیستریوم یا مینیستریون در اینجا جمعشه، یعنی وزارت خونه‌های فرهنگی که برای ایالت‌های مختلف آلمان هستش. زوفولگه برمیگرده به این تحقیقی که انجام شده. لیرکرفته به معلمین یا کادر آموزشی گفته میشه. برشتن یعنی چیزی رو گزارش کردن. بوندسوایت سراسر آلمان، شول یا سال تحصیلی، اینسگزامت در مجموع. Damit sei die Zahl seit einer vergleichbaren Umfrage vom Januar um 2125 unbesetzte Stellen gestiegen. این بدین معنی هستش که تعداد موقعیت‌های شغلی پر نشده از نظر سنجی مشابهی که در ژانویه انجام شده 2125 مورد افزایش پیدا کرده. Vergleichbaren Umfrage یعنی نظرسنجی مشابهی که در یانوار یا ماه ژانویه انجام شده. موقعی که میگه 2000 یعنی اون تغییر رو داره نشون میده، یعنی هر چقدری که به فرض این شغل‌های خالی بوده الان 2125 تا بیشتر شده. اون بزتشتل هم یعنی شغل‌هایی که به قول معروف اشغال نشده یا پر نشده یا کسی اون شغل‌ها رو نگرفته. Die größte Engpässe im Schuljahr 2023/24 verzeichnet demnach Nordrhein-Westfalen mit 6715 unbesetzten Vollzeitstellen. بیشترین کمبود در سال تحصیلی 2023-2024 در ایالت نوردراین-وستفالن ثبت شده که 6715 شغل تمام وقتی هستش که پر نشده. Niedersachsen schließt sich mit 1760 fehlenden Lehrkräften an, gefolgt von Bayern mit 1400 freibleibenden Positionen. Niedersachsen خودش رو به قول معروف به نوردرن-وستفالن نزدیک کرده،
با 1760 شغل معلمی که کمبودش حس میشه، یعنی 1760 تا معلم در از کمبود داشته این استان، و بعد از اونها هم باین هستش که 1400 تا شغل یا موقعیت شغلی هستش که خالی مونده و پر نشده. انگ پس در اینجا به کمبود گفته میشه، شول یا به سال تحصیلی گفته میشه، فتساشند یعنی چیزی که ثبت میشه، اون بزتس فول سایت شتلن، فول سایت شتلن به شغل تمام وقت گفته میشه که اون بزتس هستن، یعنی کسی هنوز اونها رو نگرفته، خالی موندن این شغل ها. فیلندن لیر کرفتن هم یعنی معلم هایی که کمبود وجود داره براشون 1760 تا. و فرای بلایبندن پوزیسیونن هم، پوزیسیون هم یعنی جایگاه، منظور جایگاه شغلی هستش که خالی ماندند. Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Stefan Dühl, sieht als Ursache für die Defizite Fehler in der Vergangenheit. رئیس اتحادیه معلمین آلمان، Stefan Dühl, که اسم ایشون هستش، دلیل این کمبود رو اشتباهاتی که در گذشته انجام شده میدونه. Es rächt sich, dass man in den guten Jahren viele Bewerbende nicht eingestellt hat, die sich andere Berufe gesucht haben, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. ایشون گفته که این عواقب این موضوع هستش که در سالهایی که خوب بود، منظور سالهایی که منظور تعداد معلم زیاد بود، خیلی از کسانی که به وربنده بودن، کسانی که به قول معروف برای این شغل به وربن کرده بودن که معلم بشن، و اینها رو استخدام نکردن و این افراد رفتن شغلهای دنبال شغلهای دیگه گشتن. این چیزی بوده که ایشون به Redaktions Netzwerk Deutschland گفته، به این در سازمان خبرنگاری در آلمان. کلماتش رو با هم یه نگاهی بندازیم. لهرفبند به اتحادیه معلمین در آلمان گفته میشه. اوزاخه یعنی دلیل. دفیتسیت کمبود. فعلا اشتباه این در فگانگن هاید. اشتباهاتی که در گذشته انجام شده. زیش غیشن معنی انتقام میده دوستان. ولی در اینجا منظور اینه که این عواقب اشتباهی بوده که در گذشته اتفاق افتاده که الان کمبود معلم هستش. به وربنده یعنی کسانی که اقدام میکنن برای شغل، درخواست میدن، نیشت انگشتلت هات یعنی اینها رو استخدام نکردند. بغوف یعنی شغل، بغوف جمعشه، و که اینا رفتن شغلهای دیگر رو گشتن به قول معروف. Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft appellierte an Bund und Länder mehr Geld in die Zukunft der Bildung zu investieren. اتحادیه تربیت، آموزش و علم، این اتحادیه درخواست کرده از دولت فدرال آلمان و همچنین ایالت‌های آلمان که در آینده پول بیشتری رو در زمینه بیلدونگ یا تحصیلات و آموزش سرمایه گذاری بکنن. گوکشافت یعنی اتحادیه، اتسیونگ یعنی در از به نوعی تربیت و تحصیل، وسنشافت هم یعنی علم و دانش، اپلین یعنی درخواست کردن. بوند به دولت فدرال آلمان گفته میشه، دولت اصلی، و لندا هم منظور ایالت های آلمان هستش. این دی توکنفت یعنی در آینده، و اینوستیغن هم یعنی سرمایه گذاری کردن. بله دوستان من، این خبری بودش که منتشر شد در ارتباط با کمبود نیروی کار در آلمان. نظر خودتون رو راجع به این موضوع در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید. ممنونم از همراهی شما عزیزان. تا ویدیوهای بعد، بدرود.